با سلام به شما عزیزان، اجازه بدین که علی جان در اول برنامه بگم هپی هانوکا، مری کریسمس. البته میدونم که همه ما دلامون گرفته به خاطر ایران عزیزمون. در خیلی جاها دیدم که نوشته که ما کریسمس و هانوکا نداریم امسال. درسته که ممکنه خیلیامون جشن نگیریم، ولی بالاخره تبریک هیچ اشکالی نداره. انشالله باشه که به زودی زود آزادی مملکتمون رو، آزادی جوانها رو به همدیگه تبریک بگیم. و من فکر میکنم که یک گرفتاری پیش اومده بودی که از دوستانم گفتش که سعی کنید که هر شب شمع روشن کنید. این خودش یه وایب مثبتی رو میاره و باور کنید اون انرژی مثبت شما رو به اون جایی که بخواید میرسونه. هر شب شمع روشن کنید، دعا کنید، با خدای خودتون صحبت کنید و از خدا بخواید که به اون چیزی که میخواید شما رو برسونه. دوستتون اینو گفته بود؟ بله. نگفته بود دو تا لیوان شراب و یه آتیش هم روشن کنید؟ نه. چرا؟ گفتم لابد رمانتیک شده بوده. نه دوستم نشده. خانوم هست. من نگفتم آقاست. من نگفتم آقاست. خواهش میکنم دیگه. بله. دیگه از ما بزن. خب نه، موضوع نیستش. موضوعی که درسته شم خیلی چیز خوبه، آرامش میده، خیلی هم خوبه. من واقعا شروع کردم هر شب شم روشن میکنم و واقعا اولین چیزی که از خداوند میخوام سلامتیه. فکر میکنم که مهمترین چیزی که آدم باید داشته باشه و بعد از اون واقعا از صمیم قلبم آزادی برای ایران عزیزمون، برای همه جوونامون. و امیدوارم که همه شما به خاطر این همه کارایی که کردید به اون چیزی که میخواید و برسید. این آرزوی همه ما هاست که از شما دوریم و واقعا کاری نمیتونیم انجام بدیم جز آرزو کردن برای شما عزیزان. پدر ابوالفضل آدینه‌وند که پسرش از دست داده گفته به زودی روز حساب ما فرا خواهد رسید. خاطرشو فقط میخوام بدونم اون لحظه‌ای که پسر من می‌خواستم 24 تا گلوله تو شکمش خالی کرده، هیچ گناهی داشته؟ اون کسی که زده خودش بچه نداشته؟ واقعا انسان نبوده؟ مگه چقدر این بچه من طاقت داشته که شما یه خار به تو انگوش طاقت نداری تا زمانی که این خار از این کشم بیاد بعد این تحمل 24 تا گلوله داشته که تو شکمش خالی کردی؟ این تصاویری که از اینا میبینه آدم ها دلش رو به درد میاره. درسته که کریسمس جای خودش رو باید داشته باشه، درسته که هنوکا باید جای خودش رو داشته باشه، شب یلدا جای خودش رو باید داشته باشه، ولی خب این همدردی با مردم هم جای خودش رو باید داشته باشه. و اینکه خیلی از عزیزان ما بستگانشون، دل بسته های خودشون رو از دست دادن تو این مدت. دیدم چند روز پیش بود خواهر علی روزبهانی گفته بود که برادرم به من زنگ زده بود گفته بود به اسمت قسم اینا دیگه کارشون تمومه و متاسفانه کشته شد و این روز رو نخواهد دید. باباشم یه روز به من اسمس داد گفتش که سلام خواهری، دیدی چقدر شلوغ شده؟ به اسمت قسم گفت، به من گفت به اسمت قسم دیگه تمومه. امیر حسین رحیمی پسر 15 ساله است، این از زندان اومده بیرون، 2 ماه تو زندان بوده. شما میدید قوانین بچه زیر 18 سال اصلا یه قوانین دیگری داره در دنیا. و این پسر اومده بیرون، الان رفتن بردن چکش کردن، ساچمه توی گردن و توی سرش هست، ساچمه مونده، جا مونده. و میدید این اگر مثلا چرک میکرده میکشتدش. من نمیدونم چی فکر میکنن وقتی این کار رو انجام میدن. در کدوم کتاب نوشته شده که شما میتونید این کار رو بکنید؟ شنیدم که یک آقای رفته و درخواست کرده برای پسرش که شما پسر منو اعدام نکنید، خواهش میکنم. و شنیدی شما این رو؟ که برگشتن گفتن که در کتاب نوشته شده. تو چی دوست داری؟ اگه میخوای من کار خدا، اون چیزی که خدا گفته رو انجام بدیم یا نه. عجیبه که من نمیدونستم که خداوند یا تکس میکنن یا ایمیل میفرستن. نه اصلا نگاه محارب با این چیزهایی که
آقایون میگن خیلی فاصله داره. اصلا یه چیزای آدم میشنوه شک میکنه به همه چیز. آقای محسنی اژه‌ای هم ایشون هم فرمودن که احکام قطعی رو بدون تأخیر انجام بدید. خدا رو شکر که یک مقدار کشورهای دیگه، پارلمان‌های مختلف جهانی مشغول شدن تو این حرکت و دست بالا زدن برای اینکه بتونن بیان و آستین بالا زدن باشید که بتونن بیان و این حرکت رو جلوش رو بگیرن، چون این ادامه رو بگیرن. افشین شاملو رو دیدم که ایشون یکی از همین فعالان مدنی هستش، در رابطه با پتیشن واشنگتن دی سی صحبت کرد که یکی از خیابانهای واشنگتن دی سی رو بخشیش رو به نام مهسا امینی بکنن و خوبیش هم این هستش که شهر داره واشنگتن دی سی، یک خانم سیاه پوست هستن، مورل الیزابت باوزر. ایشون خب توی خانواده سیاه پوست بزرگ شدن، خودشون حزب دموکرات هستن، یه مقداری با حق و حقوق زن آشنایی دارن و ایشون گفته که به صفحه آقای شاملو مراجعه کنید و پتیشنی هست که کسانی که در هر جای دنیا هستن میتونن این پتیشن رو امضا بکنن و این پتیشن نقش مهمی داره که اگر تعدادش بالا بره میتونن این حرکت رو انجام بدن. سفارت ایران تو آمریکا تو خیابون 23 تو واشنگتن دی سیه. مراحل قانونی عوض کردن اون قسمت از خیابون به مهسا امینی شروع شده. خیلی پیچیده از پشت صحنه و دوستان تمام کاراشو دارن انجام میدن. فقط یک قسمت هستش که شما میتونید نقش بزرگی توش ایجاد بکنین و اون هم امضا کردن یه پتیشن هستش به شهردار واشنگتن دی سی. لینکش توی بایو من هستش، حتما برین اونجا و این رو امضا کنین و خواهش میکنم این رو استوری بذارین که این وایرال بشه و تا میتونیم مقادیر زیادی امضا جمع بکنیم برای شهردار واشنگتن دی سی برای این عمل. خیلی ممنون. از کدوم از کجا میخوای حب بزنی؟ از دلار بگیم که هم تو داره میره بالا. من از این میگم بگیم که در هر میان، در هر جامعه ای، در هر جامعه ای، الان که به هر صورت روزهای عزیزی است برای مسیحیان و یهودیان ما، در هر جامعه ای انسانهای خوب وجود دارن، انسانهایی که با مردم هستن وجود دارن. بله. همه رو با همدیگه به یکسان نگاه نکنیم، به همه به یکسان توهین نشه و اینو بهش توجه داشته باشید. من متوجه شدم یکی از این اشخاصی که یه مداحه، شون یه مداحه، آقای حمیدرضا علیمی. آقای علیمی مداح، بری تو صفحش هم ببینی کارهای مداحی انجام داده، تو روزهای خاص مداحی کرده. اداره اطلاعات اصفهان و قم گفته که جلسات روزهای ایشون در این دو تا شهر باید لغو بشه و اجازه برگزاری روزه در اصفهان رو به هیچ عنوان دیگه بهش نمیدن. چرا؟ حالا به خاطر مشکل امنیتی گفتن این کنسل شده. دلیلش چی بوده؟ دلیلش توییت هایی بوده که ایشون انجام داده. تو توییت هاش عنوان کرده، گفته آقا آشوبگر، اختشاشگر و غربگر نیستم، من هم مثل خیلی ها فقط معترض هستم، من هم به نابرابری، بی‌عدالتی، تناقض و فساد، آن هم به اسم دین معترض هستم. متوجه ای؟ کجا باید اعتراض کرد؟ من اعتقادم این هست که دوستان عزیز، یه اشخاصی مثل آقای علیمی که این کار رو انجام میدن و در این موقع قرار میگیرن و با هم صدا با مردم هستن، باید به صفشون رفت، باید ازشون تشکر کرد، باید گفت که آقا آفرین که با مردم هستی، آفرین که دلت با مردمه. و ببینید اکثریت مردم چی میخوان. ما باید با اکثریت مردم امروز آزادی میخوان. امروز اسم این اشخاص آشوبگر و اختشاشگر نیست. درسته که همه منتظر این هستن چون وحشت دارن، خط وحشتناک براشون. امروز اون زمان نیست، خیلی میگن چطور بس 88 چند میلیون جمعیت اومدن تو خیابون. اومدن تو خیابون به خاطر اینکه این فضا نبود. امروز هم اگر اینها مطمئن باشن، من تو قول میدم چندین درابر میلیون نفر تو خیابون خواهد اومد. اما نیاز
این هست که همه با هم دیگه هم صدا باشن. باریکلا واقعا آدم نمیدونه چی بگه. با دست خالی جلوی اسلحه رفتن، آفرین آفرین. بله. آدم نمیدونه چی بگه. بله. باریکلا به شما. و هر کسی هم داره کار خودشو میکنه. دیدم مهسا احمدی رو دیدم، مهسا احمدی دیدم که یه بدلکار زن ایرانیه، شما هم مهسا رو میشناسی، باهاشم گفتگو داشتیم، که در هالیوود مشغوله بسیار. الان دیدم توی یه سریال روکی نقش مهمی داره، اکثر کارهای بدلکاریشو اون انجام میده، استاند وومن هستش، یه کار قشنگی انجام داده، خودشم پرواز میکنه، خودشم به هواپیما میپره. خیلی وقتا سعی کرده منو متقاعد کنه که باهاش برم به بلندی، بنده قبول نکردم و قبولم نخواهم کرد. بهشم گفتم اصلا فکر این حرفا رو نکن نسبت به اینکه من سوار از این هواپیماهای موتوره و دو موتوره بشم. دیدم رفته بود با هواپیما رفته، بعد روی هواپیما بلند میشه، اول میسته به نماد اعتراض رو سرش رو برمیداره، حجابش رو برمیداره و به هوا میسپره، رها میکنه و بعد هم پرچم سبز و سفید و قرمز که وسطش نمیشته زن زندگی آزادی رو به دست میگیره. حرکت قشنگی بود، کار زیبایی بود از مهسا احمدی عزیز و اینا همش کنار هم دیگه صفحات اینستاگرام رو پر میکنه، صفحات فیسبوک رو پر میکنه، مردم رو آگاه میکنه، مردم غیر ایرانی رو، ایرانی ها همه میدونن ولی آگاه میکنه. چقدر جوان ها هستن که امروز به این هدف، به ایرانی بودن خودشون افتخار دارن میکنن در خارج از کشور.
و چقدر خوبه که این نسل امروز از زمانی که من دبیرستان میرفتم از وحشت این که بگم من ایرانی هستم و چند نفر نریزم با چوب و چماق رو سر من به خاطر این اشخاصی که در گروگان بودن، آمریکایی که گروگان بودن در ایران، از اون وحشت ما میترسیدیم بگیم ایرانی هستیم. خیلی از بچه ها اسمای خودشون رو عوض کرده بودن، خیلی هم گفتن ما ایتالیایی هستیم، مادرمون ایتالیایی، بابامون ایرانیه، بابامون ایتالیایی شده بودن، آره بابامون ایتالیایی، مامانمون ایرانیه، خلاصه همه این داستان. ولی امروز بچه ها با افتخار باز هم به خاطر این حرکت و جنبشی است که بچه‌های داخل ایران به وجود آوردن. خب خیلی از جوان‌های ما یادتون باشه وقتی اینجا به مدرسه میرن، به دانشگاه میرن، خب خیلی‌ها الان در مورد ایران میدونن، در مورد جوان‌ها میدونن و شروع میکنن پرسیدن خارجی‌ها و جوان‌های ایرانی براشون شرح میدن که چه خبره در ایران و اینها پا به پای اینا بعضیا میان در این. آره من دیدم، خیلی جالبه، میان و دست اعتراضشون رو بالا میبرن. آره آدم واقعا لذت میبره وقتی میبینه که اینا پا به پای جوانهای ما هستن برای جوانهای ایرانی. خیلی قشنگه، درسته، اینو میگن همبستگی. کاملا همینطوره و این همبستگی همچنان ادامه داره، همچنان هم هست و برای همه ما هم این جذابیت هست که بتونیم در این حرکت با هموطنانمون در داخل کشور یک صدا باشیم. حسین گیلاسی، یکی از مدیران کمیته امداد، گفته در 8 ماه سال جاری 469 میلیارد تومان صدقه دریافت کردیم. بعد در زیرش اینا گفتن آقا چرا دروغ میگی؟ ما اگه بخواییم صدقه بدیم خودمون میدونیم آدم هایی که نیازمند هستن ببریم بدیم، ما چرا باید بریزیم توی صدقه که شماها بخورین و هاپاری ها پوش کنید؟ و اینو خیلی اعتقاد دارن که این حرف دروغ هست و تبلیغاتی بیشتر این حرف، چون واقعیت هم دارم میبینم این صندوق ها رو که یه سری آدم ها میرن با سیخ در میارن، میره با سیخ در میاره، یه سری که اونجوری میره، یه سری که نمیرن توی این صندوق ها چیزی بریزن، میشتسن، میدونن آدم هایی که نیازمند هستن کجان و چیه. ولی از لحاظ کمک کردن بله شما راست میگی، اینقدر کسا هستن که آدم میتونه پول رو به اون کسایی بده که میدونه که احتیاج دارن، چون اینقدر الان در ایران مردم احتیاج دارن علی جان که آدم میتونه از هر راهی به اونا کمک کنه. حسین هوش سادات، ایشون فرمانده قرارگاه خادمان انبیاء سپاهه، ایشون همین چند روز پیش اومدن عنوان کرده بودن که ما میخوایم در ونزوئلا مترو بزنیم برای مردم، برای مردم ونزوئلا. یعنی شما نگاه کنید کشور ما تو چه موقعیتی قرار داره، بعد از اون ور این خیلی دردآوره، خیلی ناراحت کننده است این مسئله. و خب میگن دیگه، میگن خب آخه به خاطر اینکه دیگه مردم ما همه چی دارن، غذا دارن، راحت درآمد دارن، خونه دارن، تو خیابون نیستن، میبینید دیگه، برای همین خب پولا رو ببرید دیگه، چون انقدر کمک کردید به کشورهای دیگه الان دیگه باید بریم برید. البته خب باقیش هم اینجا توی حساب ها هست دیگه، اگه خواستید بالاخره ما میگیم بهتون کجاست. متاسفانه خب اینا مشخص خواهد شد، چون همونطور که میدونید الان چند نفر در مجلس آمریکا مصر شدن که 100% پول هایی که در اینجا هستش، اشخاصی که در اینجا هستن، فرزندان مسئولین، همه اینها از آمریکا اخراج بشن. بله. و الان توی این مسئله هستش. خب یه خورده بریم به اون طرف تر، بیایم در رابطه با یکی از فیلم های هالیوود صحبت کنیم که همین چند روز پیش 25 سالش شد. نه همون کارگردان ساختتش. تایتانیک 25 سالش شد. آره تایتانیک 25 سالش شد و امروز که الان که 25 سالش شده خیلی جالبه که یه چند تا توش داستانهای جالب در اومده. یکی این که یک هفته به فیلم برداری باقی مونده، سوپی که به تمام کارمندا داده میشه توش مواد مخدر ریخته بودن و پی سی پی توش بوده و همه کرو و همه کسانی که دستن در کاران فیلم بودن حالشون بد میشه،
به یه حد خیلی زیادی، یعنی مخصوصا این کار مخصوصا بوده، هنوزم مشخص نشده کی کرده این کارو، ولی خب این در اومده. از طرف دیگه جیمز کامرون که کارگردان تایتانیک اومده عنوان کرده بود که ما با تحقیقاتی که انجام دادیم تو این سالها متوجه به این شدیم که این دختر و پسر جک و روز نمیتونستن هر دوتاشون روی این با وزنی که دارن روی این در بمونن و 100% اون در میرفته زیر آب و به خاطر همینم انتخاب ما درست بودش که پسر غرق شد و یخ زد. این هم فیلم غم انگیز بود. آره فیلم قشنگی بود، خیلی قشنگ بود، ولی آخرش غم انگیز بود. آره غم انگیز بود. اینم در رابطه با فیلم آواتار هم که داری صحبتش میکنی ندیدم دوباره، اولیش به نظر من بی نظیر بود، یه فیلم متفاوت بود. اینم همونطوره همه فیلم های دیگه. این داستان در واقع زندگی هستش، درون زندگی، و این شما رو به سفر میبره که در واقع مثل همون حالت میتریکس میمونه که در یک فضای دیگه به شما به سفر میبرد. تو دیگه وقتی از یک وجودی به وجود دیگه که میرویم بله بهش میگن آواتار، همون حالت میتریکس میمونه، این اون حالت داره. حالا مسئله آواتاری که داریم صحبتش کنیم، آواتار 2 3 ساعت و 12 دقیقه فیلمه. اوه مای گاد. یعنی آماده باشید. من رفتم دیدم فیلم. رفتین؟ بله رفتم دیدم فیلم رو. به زیبایی اولی هست. اولی سورپرایزش براتون سورپرایز بوده. دومی خوش ساخته. تکنولوژی درش بی نظیر استفاده میشه. فیلم خوبیه، فیلمی که مطمئن هستم هر کسی این فیلم رو خواهد دید. اوکی. و همه به دیدن این فیلم میرن. توی سه روز اول نمایش فیلم نزدیک 150 میلیون دلار فروش کرد. بله شنیدم. میدونی که فیلم بالای 400 میلیون دلار خرج این فیلم شده. میرسه به اونجا فکر. 100% میرسه. بله. چرا میرسه؟ مردم همه میرن میبینن. نخه نه 460 میلیون دلار حدود اینطورا خرج این فیلم شده، تا به امروز 420 میلیون دلار فروش کرده در دنیا. در دنیا. حالا برسیم سراغ این مسئله که یک فیلم موفق چقدر باید فروش بکنه که تهیه کننده ازش خوشحال و راضی باشه. این بعد چقدر بیشتر باید بفروشه؟ چه فیلمی رو بهش بیاری باید دبل باید در دیگه. هر فیلمی که در هالیوود 3 برابر خرج اون فیلم در بیاره فیلم بسیار موفق محسوب میشه. حالا اگه 1 میلیون دلار خرج کردی بعد فیلم 3 میلیون دلار بفروشه، اگر فیلم 30 میلیون دلار خرج کردی بعد فیلم 90 میلیون دلار بفروشه. و برای همین این فیلم رو پیش بینی میشه که 1 میلیارد دلار رو رد خواهد کرد. برای همین هم اینو آماده باشید که 1 میلیارد دلار رو رد بکنه. اینم برای فیلم آواتار هستش. چقدر خوبه وقتی یه فیلم من آیمکس سبودی شو دیدم، ولی دالبیش هم در سینمایی که فیلم دالبی نشون داده میشم بی نظیر خواهد بود. ولی آیمکس سبودی خب خیلی، اگر عادت داشته باشی به دیدن فیلم سبودی و ناراحتت نکنه، من پیشنهاد میکنم هر کسی بخواد این فیلم ببینه آیمکس سبودی شو ببینه. اوکی اورایت. دیدم که تام کروز اومد صحبت کرد در مورد فیلم جدیدش و بعد خودش وقتی صحبت کرد تبریک کریسمس هم گفت و بعد خودش پرید از روی چیز. این عجب بابا دلی داره اصلا. قبل از اینکه بگه روی هوا تبریکشو گفت. آره این پرید. آره این پرشش که این کاری که انجام میده بسید دربارش اینو واسه تو صحبت کنم. تا به امروز این نوع بدلکاری صورت نگرفته، همه کاراشو خودش میکنه واقعا. و این کار رو همیشه توی رویاش بوده که این کار رو انجام بده. میشل ایمپاسیبل جدید در راهه که 2 بخشه این میشل ایمپاسیبل. این میشل ایمپاسیبل همین رکینینگ که بهش میگن، این در واقع در 2 بخش هستش و بخش پارت 1 و پارت 2 داره
که این صحنه با موتور میاد و از پرتگاه عبور میکنه و بعد روی آسمان معلق میشه و بعدم چترشو باز میکنه. آماده باشی. چند سالشه تام کروز؟ 60 سالشه. متولد 1962 یا 1341. اصلا بهش نمیاد ماشاءالله. نه. متولد 1341. حالا چشش نزنی ماشاءالله، شما هر کی چش میزنی. This be in the has Dead Reckoning Part 1. قسمت اول Dead Reckoning Part 1 هستش. یا حساب مرده میشه، نمیدونم چی بعد گفتش، معنی فارسیش میشه حساب مرده. یه همچی حالتی یه مقدارم راجبه بالاخره بعد این چیزا صحبت کرد دیگه، باید راجبه صد در صد خبرها صحبت کنیم، راجبه سرمایی که در امریکا رو گرفته ولی در لس آنجلس گرما دوباره برگشته، مردم یه ذره عادت به سرما نداشتن ولی خب هوا دوباره داره یه مقداری خوب میشه. مردم گفتن کریسمس رو با گرما شروع کردیم و خیلی جالبه که در کریسمس هوا اینجوری گرم شده. معمولا همه جا کریسمس یخه. ببین گرما و سرما نداره برای تظاهرات واقعا. نه. من دیدم همه جا کانادا دیدم همه با توی این تظاهرات با ماشین داره. یه چندین مایلی هم توی خیابان یانگ اشتباه نکنم با ماشین این دفعه تظاهرات انجام شد. بابا یه هفته داشت بارون می اومد در اورنج کانتی. بله. همه واقعا اومده بودن، بله همه حضور داشتن برای در اورنج کانتی. و مادرید دیدی؟ نه. تو مادرید اومده بودن این کار محسن شکاری رو تصویر در آورده بودن جلوی سفارت مادرید، جلوی سفارت ایران در مادرید آورده بودن، لباس پوشته بودن، طرف مثلا جلاد بود، ماسک داشت، همین مأمور اعدام صدا میکنه محسن شکاری، بعد میارتش، بعد روش بهش تناب میدازن گردنش، بعد جان میده. همه اینها رو آورده بودن و جلوی سفارت ایران در مادرید انجام داده بودن و فیلم برداری هم میکردن و رسانه های مختلف رو شروع میکردن به شعارهای اسپانیش دادن. محسن شکاری El canto de la muerte para cada condenado. خیلی خوبه، خیلی خوبه شعار به زبان خودش. باز هم میگم اینو، شعارها رو از زبان فارسی دور کنید در خارج از کشور. بله، البته شعار به زبان انگلیسی بدید ولی تو رو خوبه در هر جا که هستید زبان خودشو آره. حرفای بد نزنید. نه آره. اصلا لازم نداره اصلا. یادتون باشه ما فرق داریم با اونها. یادتون نه در داخل کشور که اینا فحش میدن من اونها دفعه پیشم گفتم نه من به اون اوکیه، اون مسئله این نیستش. به بچه ها نمیگم، من به سران دارم میگم که اونجا هستن که صحبت میکنن راجع به سرگروه ها زنان. اصلا یعنی آدم واقعا نمیدونم چی بگه. در صورت عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. بیاید درباره سریال میگن و هری صحبت کنیم. یا هری و میگن فرق میکنه. این سریال جالبی بود، 6 قسمت بود. من 3 قسمت شدیدم. شش قسمت بود که در این 6 قسمت خیلی جالبه، زندگی اینها رو مرور میشه و 3 قسمت اول خب یه خورده همچین لطیفتره، 3 قسمت دوم که میخوان ببندن این فصل رو یه خورده جدیتر میشه. خب من ندیدم پس نگو. چون جدیتر میشه
الان آقای ویلیام برادر بزرگتر گفت آقا من کل روابطم رو دیگه برای همیشه با هری قطع کردم و اینطوری که صحبت شده گفتن که اینطوری که گفته میشه این تصمیم عوض شدنی هم نخواهد بود، چون به اون جمله‌ای که ما داریم که میگن آبی که ریخته دیگه، این آب رو ریخته هری. خب وقتی هم که اومد اینجا دیدن برادر جانش هم نیومد یادتون باشه. اما دوستان ایرانی خیلی نظرها دارن راجع به این مسئله. میدونی که خیر اجازه بده بریم برگردیم باشو. در این مورد صحبت خواهش. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش داشتیم راجع به هری و میگن صحبت میکردیم و سریالی که این روزها خیلی هم پرطرفدار هست. خیلی هری رو دوستش دارن به خاطر مادرش، چون همیشه خیلی میگن که شبیه مادرشه. بعد میگن نه این یعنی که از بچگی خیلی کارهای اشتباه میکرد و نمیدونم همیشه با این درگیر بودن و اصلا به این نمیاد که انگار تو با اینا بزرگ شد و از این حرفا. ولی یه اشکالات با میگن دارن. چرا؟ حالا دلیلش چیه؟ میگن اصلا بهش نمیاد که توی مثلا اینو شنیدم که این اصلا بهش نمیاد که تو خانواده سلطنتی باشه. ببین خانواده سلطنتی بودن و این مسائل به اینا یاد میدن، این چون هنر پیش هم هستش اینو بهش یاد میدن. ولی چه استعداداش خیلی خوب بود، به خصوص این سریال این شخص رو به شکلی سعی کردن که یادآور پرنسس دایاناش کنن. خب همین اینا بیشتر کسایی که طرفدار پرنسس دایانا هستن دوست ندارن مثل اینکه کسی جایگزین باشه، برای همین یه حالت منفی گرفته. اولا پرنسس دایانا با گفتن پشت سر کسی که فوت شده صحبت نکنین دیدی از این صحبت ها. پرنسس دایانا وقتی که شما سریال کراون رو میبینین یکی باید واقعا زندگی پرنسس دایانا رو مرور بکنید. پرنسس دایانا اول از همه ایشون میدونسته قبل از ازدواج که پرنس چارلز عاشق زن دیگری است. حتی ایشون بخواست کنسل کنه بعد گفته حالا دیگه نه دیگه دارم پرنسس میشم بذار بشم. باز دوباره قبول کرده. خیلی جوان بوده. آره باز اون نیست. بعد ایشون روابط نامشروعی هم در دوران ازدواجش با شخص دیگه داشته. وقتی میبینه که شوهرش بهش خیانت میکنه، شوهر به خیانت میکنه یا زن به خیانت میکنه جداشو برو. نه اینکه چون شوهرم به خیانت میکنه. در خانواده سلطنتی یادت باشه ملکه انگلیس، اون از روز اول میدونسته ملکه انگلیس همه چی در دستش بود و نمیخواست که این مسئله جدایی پیش بیاد. یه خود اگر به واقعیت نگاه کنیم نیست اینطور. یعنی توجه داشته باشیم که خود خانم پرنسس دایانا متاسفانه با گذر زمان هست که اتفاقات متوجه میشن، مردم متوجه میشن که طرف چه آدم خوبی بود یا طرف آدم خوبی نبود، یا اگر مثلا چارلز این کاری کرده چارلز حقش بوده این کار کرده، یا اگه به دختره گفته آقا من عشق زندگی مو آدمه شاید هم عاشق یه خانومی بوده که شوهر داشته. حالا مهم نیست، یه گفته آقا من عاشق این زن چطور هستم. قبل از ازدواج گفته من عاشق این زنم، من اگه اون زن بودم خانم دایانا بودم اون آقا من زن نمیشم بس. خب شاید اون چون جوان بوده فکر کرده خب اگر این چون شوهر داره حتما اگه ما ازدواج کنیم بچه داشتیم یه عاشق من میشه. مثل دارم میگم. خب دیگه مثل نیستش، در مثل امروز کار نمیکنه. مردم و بعد دو تا مسئله پیش اومد. یکی این که شبکه فاکس اومد یه مصاحبه کرد با سامانتا مارکل که خواهر ناتنی میگنه، که در واقع تو زبان ما خواهر ناتنی نمیشه، خواهر تنی میشه، چون از پدر یکی هستن. ما بهش بگن تنی توی بعد از مادر یکی باشه. اگر در از پدر از پدر باشه میگن تنی هستش. سامانتا اومدش گفت این دروغگوه، دروغ میگه، این درباره مادر بزرگ من صحبت کرد، این اصلا با مادر بزرگ من وقت نمیذاشته، اینو خواستن اینقدر دروغ گفته که حل نداره و من خواستم این مسئله رو دارم عنوان میکنم و این آدم دروغگویی و از این حرفا. از طرف دیگه یکی از خبرنگاران انگلیسی که خیلی هم شناخته شده هستش و با
خانم ملکی کمیل، الان دیگه بهت گفت ملکه دیگه، به همسر آقای چارلز، بعد گفت به ملکی کمیل، توی مهمانی آخرش هم بوده آقای جرمی کلارکسن. ایشون اومده یک مطلبی رو گذاشته در روزنامه سانز و گفته که با امید اون روزی هستم که مگن همسر هری برهنه لخت بشه را بیفته توی شهر به شهر انگلستان و مردم بهش بگن شرم بر تو. این حرف یک سرصدای بسیار زیادی رو برانداختش. حتی دختر این آقای کلارکسن اومد گفت من مقابل پدرم میستم نسبت به این مسئله و چهرهای شناخته شده یکی پس از دیگری اومدن و گفتن این توهین از این توهین بزرگتر نمیتونه باشه و اگه خانواده سلطنتی و شاه اسم اون مگن رو عوض میکردید، هر کدوم از اسمای خانواده سلطنتی میگفتید، امروز باهاش چه برخوردی میشد؟ چطور با مگن پس اون برخورد میشه؟ پس اگر هری هر حرفی میزنه حق داره حرفشو بزنه. فرق میزنه. آره، گفته بودش که شما بیاین اسمو عوض کنین، اسم مگن در بیارید بذارید کمیل، اسم مگن در بیارید بذارید کسای دیگه، دونه دونه عوض بکنید، بذارید حتی همسر ویلیام. باز هم شما نسبت به این مسئله واکنش بزرگ نشون میدید و حتی طرف زندانی میکردید، چون اجازه به توهین به خانواده سلطنتی نیست. خب اینم از اون طرف هم که خبردار شدید که پوند انگلستان با تصویر کینگ چارلز اومد بیرون، 5 پوندی رو به نمایش گذاشتن و بقیهش هم داره میاد بیرون با تصویر کینگ چارلز و برای همیشه God saves the king شد به جای God saves the queen و خانم ملکه الیزابت دوم دیگه از روی پوند ها برداشته خواهد شد. این هم هست. ای داده بیداد، چجوری آدم از بین میره؟ سریع دیگه، همه چیز سریع اتفاق میفته، همه چیز سریع اتفاق میفته. این کتی که این عبایی که تن مسی کردن رو شما دیدی تو جام جهانی؟ نه چی بود؟ چی شد؟ روزی که آرژانتین قهرمان جهان شد شما مسابقه دیدی؟ مگه میشه خانم کسی داره؟ شما جزی که تنها کسایی بودی که یه نفر نیدارم توی یه عبا تنش کردن که گفتن که این داستان چیه؟ گفتن چه کاری بودش؟ چرا این قبول کرد اینا؟ صحبت سر این بودش که اولا باقی مسی کلی هدایا داده بود، داده شده، غیر از هدایایی که باقی مسی داده شده بوده، این عرب یک رسمی دارن که این عبایی که تن کردن، این عبا در واقع یک معنی داره که این معنیش یعنی که شما رو دارن بهتون مقام پادشاهی، مقام رهبری اینو بهت میدن و این عبا رو به تنشون کردن که این عبا عبای خاص نیست، عبای خاصه، یعنی میگم نخواست، عبای خاصیه که یکی از شخصیت هایی که در ایران هم هستش، در گذشته زرد و زیار ایران روی آقای انجام میدادن به نام آقای عرب در ایران بودن که لباس شاهنشاه و یا لباس آژدان های کشوری و اینها رو آقای عرب زردوزی میکردن، معروف بودن، اصلا زردوز دربار بودن. الان کار عبا دست کسی است به نام آقای عبدالمجید زارعی، ایشون هم کارش همین هستش و بعد ایشون اومده تخمین زده و گفته این عبا چیه؟ گفته اولا این عبا از نخ معمولی درست شده، از پشم شتر نیست، چون اکثر عبا از پشم شتره، از نخ معمولی استفاده شده. و بعد هم اینو گفتن که این عبا، این زردوزی هایی که روش شده اینا تمامش طلاعه. در واقع بله، اینا طلای زردوز طلاست و بعدم قیمت این عبا حدوداً بین 200 تا 250 میلیون تومان برآورد شده. تومان 250 خانم تومان الان بی ارزش شده دیگه، شما نظر نه من میگم نمیدونم چقدره، سوری میگم نمیدونم چقدره. حالا دیگه اونجوری تخصیص کنی به تومان رو بعد حسابش کنی ببین چه قیمتی داره در ایران. او بله میگم، ولی نمیدونم چقدره، بله 250 میلیون تومان قیمت این عباس، اگه بخواد تو ایران بزنه
از همینو داشته باشه. داشته باشه 25 میلیون. چیز زیبایی آنچنانی هم نبود، خیلی معمولی بود به نظر ما. ولی این زرد و این نواری که این دور بودش، خیلی قیمت اصلی اونه. چه عبا چیزی نیست که خیلی دلش بخواد کسی تنش کنه. نه اینا فکر کنم بردش انداختش تو خونش دیگه، کاری نداره باهاش دیگه. این همونجا تنش کرده بودن و اینا هم بهش گفتن، گفتم ببین کادو حسابیه حال ازش. اینم گفته من عبا بپوش نیستم. یادت باشه دیگه زمانی هم که تو در واقع میشی حاکم مثلا قطر، قشنگ میتونی پس کله مسی هم بزنی و باهاش بگی و بخندی و آره بعد اونم همینطور بخنده باهات. شما حسابشو بکن دیگه، اینم داری با ایداد بیداد. بله ایداد بیداد. بله بله ایداد بیداد یا ایداد نبیداد اینا دارن. بله اینم از این. درباره هاروی واینستین هم که شنیدید دیگه. بله مثل این که برای یک تجاوز بله. گناهکار شناخته شد در کالیفرنیا. بله. ایشون قراره که 24 23 سال در نیویورک به زندان بره. اون دین نمیمونه دیگه. ایشون وقتی که گرفتنش حالش خوب بود. بله. یعنی روپاش بود و خیلی حالت قدرت و خیلی چیز بود. بعد یواش یواش من نمیدونم چقدر سریع بعد از 6 ماه که نشونش داد خیلی افتاده شد و بعدم دیگه با واکر را میرفت و الانم خیلی دیگه اصلا یه حالت مثل یهویی 20 سال سن بهش شد. 70 سالشه ولی برای 70 خیلی یهو افتاد. بیشتر نشون میده. خیلی بیشتر نشون میده. مثل اینکه یهویی زجر کشیده شد. درسته. هاروی واینستین این بار در دادگاه کالیفرنیا ایشون رو محاکمه کردن. محاکمه اینجا میدونی که با هیئت جوری برگزار میشه. هیئت جوری 12 نفره در آمریکا. بله. که 8 تاش این بار مرد بودن، 4 تا زن بودن. ایشون رو در چند مورد ایشون متهم شناخته شده. و بعد نسبت به این اتهامات که به ایشون داده شده 3 تا از اتهامات رو قبول نکردن برای 3 نفر. گفتن محاکمه غلط صورت گرفته، میسترایل و اون 3 تا رو قبول نکردن. که یکی از اون 3 تا کیه خانومه؟ همسر استاندار کالیفرنیا است که گفته آقای واینستین به من تجاوز کرده. اوکی. و بله و این خانم جنیفر سیبل نیوسوم اومد و گفتش که آقای واینستین به من تجاوز کرده ولی میسترایل اعلام شد و ایشون رو قبول نکردن. ولی یه نفر دیگر رو که گفته بود آقای ایشون من به من تجاوز کرده یا به زور به من تعرض کرده و مجبور کرده که من یه کاری بکنم با ایشون و بعد من وایستادم 20-30 سال بگذره بعد آره. یه رو کنم. درسته. ولی به هر صورت ایشون این طور که داره پیش میره 23 یا 24 سال هم قراره که تو کالیفرنیا بهش بعد از اونجا بهش بدن اگر زنده باشه. که زنده که نمیمونه. بلکه بله. میتونی با این قانون یه ذره من اذیت میکنه. چون شما اگر که یک زن هستی و ریپ میشی، اولا که واسه چی میتونی؟ آره ببینیم آقای کی هستن. ایشون یکی از بزرگترین تهیه کنندگان هالیوود بودن. بعدی همه میشنستن. الان هم فیلمی به نام شیست درست کردن که من اینو شرط بندی کردم با پسرم البته که این فیلم اسکار راه پیدا میکنه. اگر نبرم 100% یکی از کاندیداهای فیلم امسال اسکار خواهد بود. ایشون اون زمان خب همه دلشون میخواسته برن پلو ایشون و هنر پیشه بشه. بله. من میگم این خانمایی که رفتن تو اتاق ایشون، اصلا رفتن تو اتاق ایشون با ایشون قرار داشتن، ایشون به زور اینا رو ریپ کرده. اینجوری گفته دیگه، انقدر زورش زیاد بوده. آه. همه اینا رو ریپ کرده. اینا اومدن بیرون 20 سال 30 سال وایسادن بعد حالا رفتن گفتن ایشون من ریپ کرده. ببین علی یه جورایی نمیدونم خب، آدم نمیتونه قبول کنه و امروز روز به ایشون 25 سال زندان. من نمیگم نکرده، اصلا ریپ کرده، ولی من میگم وقتی زنی وای میسه 25 سال 30 سال چون ایشون میخواسته معروف بشه، حتی اگه کاری هم کرده و صداش در نمیده. چرا؟ چون میخواسته بره هنر پیشه بشه. پس تقصیر خودشه تا حدی دیگه. خب الان این فیلم 600 که نگاه میکنید نشون میده که
چه اتفاقاتی پشت صحنه افتاده. خب این قدم خیلی قدرتمندی بوده، خیلی قدرتمند بوده. یادت باشه یکی از کسانی هستش که میرامکس رو، حرکت میرامکس رو به وجود آورده سر و خودش واینستین کمپانی رو داشت با برادرش. یادم باشه گردن کلفتیه، فیلمای بسیار معروفی داشته، تو جشنواره‌های مختلف حضور داشت. من خودم تو جشنواره کن ایشون صبحانه تو همون جایی میخورد که منم میخوردم، ایشونو میدیدم که چطوری خودش نشسته بود با چه قدرتی، 10 نفر پسر و دختر دور و برش فقط ازش سوال میگردن و این بهشون دستور میداد که امروز چیکار کنه چیکار نکنه. با ترنتینو اومده بودش و خب یکی از تهیه کننده های بسیار شناخته شده بود. توی این فیلم اشلی جاد دربارش حرف نقش خودش رو بازی میکنه، گوینت پالترو عکس خودش رو بازی نمیکنه ولی بازیگر هستش که نقش گوینت رو بازی میکنه. همه این داستان ها هست و اتفاقات هست و چه اتفاقی افتاد تو فیلم شیست رو ببینید، حتما ببینیدش اگر اهل سینما هستید. بازی درخشان رو میبینید توش در این فیلم و قصه زندگی، قصه این داستان هستش که دو خبرنگار زن چطوری این داستان رو بیان آوردن و نیویورک تایمز چطوری این مسئله رو مطرح کرد. اما حرف تو کاملا درسته، حرفت کاملا درسته و اینها باید روز اول این کارو میکردن. همون اتفاقی که سر بیل کازبی افتاد، بعد از سالها اومدن گفتن بیل کازبی رو ما تجاوز کرده. خب زمانی که طرف قدرت داره یا زمانی که از قدرتش طرف خانومه میتونسته استفاده بکنه نیومده و اینو عنوان نکرده و خب امروز اینها دونه بدونه اومدن بیرون و اینها رو عنوان کردن و حتی اسمش رو خانومه نخواسته عنوان کنه، به عنوان جین دو خودش رو معرفی کرده بودش که وقتی که اسم ناشناس بخواید بگید مرد میشه جان دو، زن میشه جین دو. برای همین هم این خانم ناشناس که اومده این مسئله رو عنوان کرده و گفته ایشون من مجبور کرده که با دهانم یه کاری انجام بدم برای ایشون. و خب این خیلی سوال پیش میاره که آقا شما چطوری میتونه یه کسی مجبورتون کنه تو این فضا، تو این فضا انجام بشه؟ به عنوان یک زن نمیتونم قبول کنم. میدونم قبول دارم. چون اگر شما ریپ بشی باز یه چیزی میشه، فرق میکنه. شما باید بری هاسپیتال. آره. باید ایشون رو گفته از این حالت بوده و آره. نه. و به خاطر همین حالا صحبت زیاده ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه یا هر چی بخوایم اسمشو بذاریم، قانون امروز آمریکا به این صورت پیش میره و حرکت میتو بسیار پرقدرت شده در آمریکا و امروز هم هاروی واینستین چه 20 خورده سال باید در نیویورک پشت 2 سالش پشت سر گذاشته شده. الان 2 سال پیش این اتفاق افتاد، فکر کنم تا آخر عمرش دیگه در زندان سپری خواهد شد. یه جاهای قانون آدم رو عصبانی میکنه. خب دیگه متاسفانه این مسئله هستش. بله دیگه. بله. خب اما باز خوبه که قانون هست. 100%. میدونین آدم بدونی در مملکتی زندگی میکنه که قانون وجود داره. آدم‌هایی نشستن که تحصیل کردن، رفتن، وکیل شدن، قاضی شدن، میدونن و با قانون جلو میرن. بله. یه زن 38 ساله هم چند روز پیش زمانی که هنوز کادوهاش آقای رابرت دنیرو رو برای خودش باز نکرده در کریسمس زیر درخت کریسمس، زمانی که آقای دنیرو رو خواب بوده میره تو خونه دنیرو رو میره زیر درخت کریسمس و کادوها رو دون دونه بر میداره. بعد مثل که الارم یا زنگ صدا میکنه متوجه میشن و پلیس میریزه و ایشون رو دستگیر میکنه. یه خانم 38 ساله رو که مشخص بوده که ایشون کارش دزدی بوده اصلا. ولی چجوری این تونسته بره تو خونه رابرت دینیرو؟ میدونی برای اینکه رابرت دینیرو اصولا خونش مسلما باید یه چیزی باشه که بله. همه کس بله. نتونه وارد خونه رفتن تو خونه. ببینید این چه دزد واردی بوده بله. که وارد خونه رابرت دینیرو در نیویورک. بله. خیلی ها. خیلی جالبه. بله بله. این جالب نیست، یه ذره ترسناک. ترسناک هم هست. یه خود مراقب باشن دیگه. مردم هم باید مراقب باشن. یه خود حواستون باشه. همیشه بیشترین دزدی‌ها زمان کریسمس هستش. درسته. درسته. بعضی از مردم خب
فکر میکنن که الان مردم نیستن، رفتن مسافرت، میان سراغ خونه هاتون. بعضی هم فکر میکنن که شاید وضع مالی ندارن، دلشون میخواد بیان یه مقداری. ببینید دوربین خیلی نقش موثری داره، 100% 100% دوربین تو خونه هاتون باشه. خاصه حالا این دوست ما آقای رنه باباخانیان داره این کمپانی هی تک تو لس آنجلس کار دوربین انجام میده، لس آنجلس و اورشکن. یکی دیگه دوستان خودمون آقای خونانی و همسرش پانتای خودمون خونه خریدن، خیلی خونه عالی و زیبایی هستش. رنه دیدم رفته تمام خونه رو کارهای دوربین و اینا رو انجام داده، خیلی عالیه. برای همین حالا اگه خواستید که میتونید با ایشون تماس بگیرید. ولی یه سری واسه دو میگم درباره این شفزی نازنین خودمون آقای زاره، خیلی دلمون تنگشون شده. واقعا واسه تو میگم، من دوستانم مهمانی داشتن و ایشون رو دعوت کرده بودن برای غذا، به من زنگ زدن گفتن من مرسی که این آدم رو به ما معرفی کردی، اینقدر مهمانیش عالی بوده. من دوست داشتم اینجا درباره شفزی صحبت کنم که به تازگی هم برای آقای مایک تایسون در خونه آقای تایسون ایشون درسته. رفتن و کیترینگ مایک تایسون رو انجام دادن. ببراشون خوبه نخوردن، بر دیگه نداره تایسون دیگه، الان خودش دیگه نداره، الان خودش هم موش شده دیگه. آره. نه ماشاءالله خیلی قویه تایسون. در ایران میدونی که گوزنای زرد در ایران دارن از بین میرن متاسفانه. اونام چون در ایران خب دیگه همه چی تقریبا داره یواش یواش از بین میره. من نمیدونم چرا رسیدگی نمیکنن، ولی تو رو خدا به این حیوانایی که اینقدر کم هستن، حیواناتی کمیاب واقعا رسیدگی بکنن. حالا بعضی هم میگن الان بعض مملکت اینجوری درسته، ولی به خیلی چیزا آدم پاندای قهوه رو دیدی؟ خرسای پاندای قهوه میدونی اینا بی خطر هستن، واقعا خطری هم ندارن. الان خرسای قهوه پاندای قهوه دارن از بین میرن، برای همین این حمایت حیوانات در آمریکا و چند گروه های مختلف کشور مختلف حمایت های حیواناتشون، اینا اومدن در دست به دست هم دادن تا بتونن این پانده ها رو نگه دارن. یکیشون دیدم داشتن هی توش انگور تو دهنش میذاشتن، اینقدر خوب بودش. آدم دوست داره یکی از اینا با خودش ببره تو خونه، بعد میخوام بعدش چیکار بکنیمش. آره. کسایی که میرن پیاده روی، من با کسایی صحبت میکنم که در لس آنجلس زندگی میکنن، حواستون خیلی جمع باشه، برای اینکه الان این شیرای کوهی آمدن و اومدن پایین. بله بله دیدمشون. مردم حمله میکنن، تو رو خدا مراقب باشید. اینا دیگه مسئله این نیست که بیان مثل کایوتی سگای شما رو بگیرن. بله. یا به شما حمله میکنن. درسته. نمیدونم دیگه بعد دادم چی دستش باشه که بخواد با اینا جنگ کنه، با اینا نمیشه جنگ. ولی نرید جاهایی که اینا هستن. بله. جا تو کوها نرید، را برید برای راه پیمایی و نمیدونم دو چرخ سواری. این چیز گشتم هستن. آره گشتم. آره گشتم. اولا به خاطر تشنگی آمدن پایین و خب اینا هم بیگناهن، ولی وقتی ببینن به شما حمله میکنه. خیلی مراقب باشید. خواهش میکنم. حالا بیایم با هم دیگه درباره یه فیلم دیگه هم صحبت کنیم، چون دوست دارم بالاخره این ایام تعطیلی هستش، خیلی دوست دارم برم به سینما و فیلم های مختلف ببینن. فیلمی از اسپیلبرگ داده بیرون به نام فیبلمنز. این داستان زندگی یا خاطرات خود اسپیلبرگه یه جورایی، حتی مادر خودش رو تو این قصه و پدرش رو نقشی رو برای بازیگران بازی میکنن، ولی خانم ادلر که باید ازش تشکر کنه، سیدر ساینای لس آنجلس و مردم که در بیمارستان اینجا هستن، چون به خاطر خانم ادلر تا حالا اسپیلبرگ نزدیک 100 میلیون دلار به این بیمارستان پول داده. بله. و اینقدر این بیمارستان بزرگ کرده و اینقدر جاهای بزرگی ساخته. بله. برای کمک به مریضا. بر صورت این فیلم 50مین سال همکاری آقای اسپیلبرگ و جان ویلیامز آهنگسازه. و آخرین کار جان ویلیامز در 90 سالگی به عنوان آهنگساز این فیلم. موسیقی متن فیلم رو جان ویلیامز انجام میده و اسپیلبرگ در با یک حس خوب و به گفته خاکی بودن مناعتی طبع میاد و در رابطه با جان ویلیامز صحبت میکنه که 50 سال پیش جان ویلیامز برای من با
با هم شروع کرد کارشو و جان ویلیامز میگه همین پیانویی که الان من دارم روش کار میکنم با همین پیانو 50 سال پیش من اولین ملودی رو برای اسپیلبرگ زدم و اون ملودی فیلم جاز یا آرواره ها بود که اسپیلبرگ اون رو درست کرد و دنیا این فیلم رو شناختش، با دنیا آشنا شد این فیلم. این فیلم به عنوان اولین فیلم به نام فیلم بلاکباستری که میگفتن این بود که چند چهارراه جمعیت تو صف وایستادن که این فیلم رو ببینن، با بازی روی شنایدر و هنرمندهای خیلی خوب هالیوود که تو این فیلم ایفای رخش میکردن، رابرت شاو و خیلی های دیگه. حالا از اون که بگذاریم، باز دوباره نشون میده، میگه اون پنج نوت معروف فیلم برخورد نزدیک از نوع سوم یا Close Encounter of the Third Kind که تا 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 اون ملودیه رو اون نشون میده که با پیانو، با همین پیانو زده. درباره فیلم هایی که با کار کرده، جوراسیک پارک ها، همه این ها، و گفته فیلم مورد علاقه که اسپیلبرگ به این موسیقیش خیلی علاقه من بود و منم همینطور، فیلم شیندلرز لیست بود، لیست شیندلر و این فیلم بود. و فیبلمن آخرین کار این دو نفر با هم دیگه خواهد بود. یک فیلم دیگه هم صحبت کنیم با آخر برنامه داریم. حتما. I Wanna Dance. آها. دیدی؟ ندیدمش، خیر. یعنی در مورد هنرمندی که داستان زندگی ویدی هیوستون داری میگی؟ آره، ندیدم فیلم رو هنوز. نمیدونم که با هنرپیشه‌ای که گذاشتن جای این، چون ایشون بسیار زن زیبایی بود، ولی این هنرپیشه نمیدونم چرا من نمیگیره، چون به زیبایی اون نیست. نمیدونم، یه جورایی قبولش کنید دیگه. قبول کنید، میگن خوب بازی کرده. من هنوز فیلم رو ندیدم، ولی داستان زندگی ویدی هیوستونه و این ستاره‌ای که متاسفانه قدر خودشو ندونست و من فکر کنم دست شوهرش واقعا، و با آشنایی با بابی براون، اینها هر دو به سراغ مواد مخدر رفتن و آخر سر هم اووردوز کرد و در وان هتل هیلتون لس آنجلس در بیولی هیلز در همونجا متاسفانه خفه شد. در وان به خاطر اووردوز کرده بود و زیر آب رفت و خفه شد، و بعدش هم دخترش به همون صورت و بعدش هم دخترش از بین رفت. بله، ایشالله که همیشه خوب و خوش باشید. دیدار ما با شما، تعطیلات خوبی داشته باشید اگر در خارج از کشور زندگی میکنید. در برای برای کریسمس، برای شب سال نو، ایشالله که خوب و سلامت باشید. هپی هانوکا و میری کریسمس. خدا نگهدار.